اعراب حتی در حالت شرکشون به خانه کعبه تعظیم میکردن، حتی در حالت شرکشون. و وقتی که خداوند این مقدمات رو فراهم کرد، اما با حتی در حالت شرکشون به این رسوایی نرسیده بودن که دست پاشون رو بندازن. گاهی لخت میشدن متاسفانه با همین عادات جاهلی، اما به مرجع نداشتن هنوز. مرجعشون ابو جهل بود، ابو سفیان بود و قبل از اسلامش و این چیزها به نام اهل بیت بیان این کارها رو بکنن هنوز به سرشون نخورده بود. وقتی که خداوند خانه کعبه رو حفظ کرد از فساد مفسدان و از کید مکاران، این موضوع قریش در نظر مردم بالا برد، گفتند که اینا اهل الله هستند، خداوند ازشون دفاع کرده، دشمن ازشون بازگردونده، ازشون دور کرده. و این آیه از خداوند، اینها همش در واقع مقدماتی بود برای بعثت محمد صلی الله علیه و سلم تا اینکه کعبه رو از وثنها و از بتها پاک کنه و همون رفعت و شأن و منزلتی رو که در زمان ابراهیم اسماعیل داشت بهش بازگردونه. در واقع قصه فیل، داستان فیل، نشانه ای از دلائل نبوت محمد صلی الله علیه و سلم است.